و یک روحانی دیگر شیعه آقای کاظمنی بروجردی که از اساس خواستار جدایی دین از دولت بوده است. بخشی از سخنان آقای کاظمنی بروجردی پیش از دستگیری و روانه زندان شده. راه ما هست که از دین صحبت میکنیم که با آب و نان مردم کاری ندارم، نان مردم را نمیگیرم، سرزندان جامعه را نمیکشم. اهالی محل بدانید و آگاه باشید که اسلام مبرای از ظلم است. خدا ظالم نیست. قرآن نگفته اموال مردم را بخورید. اجداد ما امامان شما هستند، اهل استبداد نبودند. این دو خط آقای نوریزاده، این دو استنباط و این دو تعبیر از دین به خصوص روحانیت در میون روحانیت شیعه در حال حاضر وجود داره. باستاب چالنگی بفرمایید. یه عمری ما و شما و آقای دکتر سازگارا پدرانمون اجدادمون می کردن تعبیر و تفسیری که از دین داشتن، حداقل بعد از صفویه، دین تسامح و تساهل بود که در اون نه خطکشی وجود داشت، نه شیعه سنی بازی بود، نه نمیدونم اسلام ناب انقلابی محمدی بود. یه دینی بود که بوی عطر ماه رمضانش حتی مشام اون آدمی هم که دین نداشت انباشته میکرد. دینی بود که نمادش گلاب بود و گل یاس. دینی بود که نمادش کاسه‌ای بود که مادر به ما میداد به خونه همسایه ببریم که بوی غذامون خونه همسایه رفته اونم داشته باشه. دینی بود که آدم وقتی پیش امام رضا میرفت با تمام عشق و دلش میرفت. اگه گزارش به قم میافتاد از عظمت مرحوم آیت الله بروجردی میشنید، از در منزل آقای مرحوم آیت الله شریعت مداری عبور میکرد، از اونجا میدید مردمی مستمند رو که چگونه بهشون میرسن و کمک میکنن. آقای کاظمینی بروجردی از اون دین داره میگه. متاسفانه آقای خمینی با اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتیش اومد گفت نه آقا جان، اون دینی که شما داشتید دین نبود، چون در بیزرا فرمودن من دین شما رو درست میکنم، اتوبوستون و تلفنتون و آبتون و برقتون رو، و دین ما رو درست کرد. اولین حرفش این بود آقا جان به نام خداوند بخشنده مهربان، رفت تموم شد، اون مال دوران اون پدر و پسر و طاغوت بود. الان دوران بسم الله القاسم الجبارینه، دورانی است که رهبر انقلاب میاد رو پشت بام مدرسه علوی تو زمستان روی برف از دیدن خون تیمسار رحیمی و تیمسار خسوداد و دو جنرال دیگه لذت میبره و میره پایین نماز میخونه، نماز شکر. اومد به ما گفت آقا اسلام اینایی نیست که شما میگه، اسلام سید حسین موسوی تبریزیه، اسلام صادق خلخالیه، اسلام نیریه، اسلام آقای مصطفی پور محمدیه. اینان که میرن بچه های مردم رو تو 2 دقیقه محکوم به اعدام میکنن. این اسلامی که شما داشتی طاغوتی بوده، اسلام نبوده. این است که امروز ما بعد از 30 سال مردم پاسخی پیدا نمیکنن که آقا اگه ما اون دینو داشتیم که مشکلی هم باش نداشتیم، ما چرا اومدیم مملکتمون رو به هم زدیم و سپردیم دست عده‌ای که از اسم روحانی و لباس روحانی سوء استفاده میکنن و بدترین و زشتترین نوع استبداد رو در مملکت برقرار کردن. آقای کاظمنی بروجردی نمادی از همون روحانیت سنتی و از اون اسلام مهربانی است که دلمون آقای چالنگی واقعا براش تنگ شده.